بیایید تا فتح دلها کنیم، بیایید تا فتح دلها کنیم، سراپرده مهر برپا کنیم. برنامه های شب شعر عاری از هر گونه مسائل عقیدتی و مذهبی، شامل شعرخوانی، موسیقی و برنامه های مختلف هنری هست که این هیئت سعی می کنند با دعوت اساتید، ادبا، شعرا و هنرمندان به نام در پابرجایی و ماندگاری و اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی که در حقیقت از اهداف اصلی تشکیل این شب شعر هست کوشا باشند و دوستان عزیز رو از هر عقیده و فکر و مذهبی در اینجا پذیرا باشند. شب شعر اورنج کانتی اکنون به صورت یک سازمان غیر انتفاعی با اجازه و مجوز رسمی ایالت کالیفرنیا و اداره مالیات ایالات متحده آمریکا هدفهای فرهنگی و انسان دوستانه خودش رو دنبال میکنه. این سازمان که به نام اورنج کانتی شب شعر به ثبت رسیده جویای کمک و همیاری شما عزیزان در اجرای اهداف بزرگ و ارزنده اجتماعی خودش است. عواید و درآمد حاصل از فعالیت‌های ما در مسیر همراهی به جوانان ایرانی، دانشجویان، پناهندگان آسیب دیده و سایر سازمان‌های معتبر خیریه خواهد بود. و ما در برنامه‌های آینده ذکری از این کمک‌ها خواهیم داشت. Oh,
مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بگشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. مرسی پرنیا خانم، خیلی ممنون، بسیار زیبا بود. دوستان، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، تشکیل این شبهای شعر بر این هدف هست که حامی و حمایت کننده فرهنگ اصیل و غنی ایرانی باشه و در پابرجایی و ماندگاری اون کوشا باشه. به همین مناسبت هیئت برگزار کننده تصمیم گرفتن که هر سال یک قسمتی از برنامه رو اختصاص بدن به سپاسگزاری و قدردانی از استادان، ادبا و هنرمندان عزیزی که در این راه با ما همکاری کردند. یکی از هنرمندان عزیز و محبوب سرکار خانم لیلا فروهر هستند. که ایشون هر بار که ما ازشون خواهش کردیم برنامه داشته باشن برامون، بدون دریغ و بدون هیچ گونه چشم داشتی با ما همکاری کردن. به همین مناسبت ما سعی کردیم که امشب لااقل یک قدردانی و یک سپاسگزاری کوچک از ایشون داشته باشیم. لیلا فروهر در شهر اصفهان دیده به جهان گشودن. ایشان فرزند خلف دو هنرمند توانا و معروف در دنیای هنر، تئاتر و سینما، سرکار خانم فرنگیس فروهر و زنده یاد آقای جهانگیر فروهر هستند. لیلا خانم فعالیت هنری خود را در سن 3 سالگی به همراه پدر و مادرشان در تئاتر سپاهان اصفهان آغاز و تجربه نمودند و در 5 سالگی بازیگری در سینما را شروع کرده و در 22 فیلم نقش داشتند، تا جایی که ایشان را کودک خردسال سینمای ایران نام نهادند. سپس به تدریج در 40 فیلم با هنرمندان دیگر بازی کرده و در سن 14 سالگی وارد عرصه خوانندگی شدند و بیش از 30 ترانه اجرا کردند. پس از انقلاب در سرزمین مادری، ماندگار و آشوب و جنگ را در کنار هم میهنانشان تجربه کردند. در سال 1986 عازم آلمان، سپس فرانسه و بعد از 2 سال به آمریکا مهاجرت کردند. لیلا خانم در آمریکا فعالیت هنری خودشون رو آغاز کردند و در اجرای کنسرت‌های بسیار زیادی من جمله در شهرهای مختلف آمریکا و همچنین در کشورهایی چون کانادا، اروپا، تاجیکستان، مالزی و شهرهای مختلف استرالیا شرکت نمودند. در سال 1996 آلبومی تحت عنوان Planet of Harmony را به زبانهای مختلف منتشر کردند. اصولاً اکثر اشعار آهنگهای لیلا در زمینه عشق و صلح و دوستی است. آخرین آلبوم او که اخیراً به بازار آمده به نام From My Heart است که اثری است عرفانی و متفاوت با دیگر آثار لیلا است که آهنگ و تنظیم زیبایی از گروه موسیقی رومی است. او برای اولین بار در نوروز 2010 آهنگ‌های آلبوم تازه خود را در لایبرری کانگرس واشنگتن به روی صحنه برد. باید عرض کنم که لیلا خانم هنرمندی متعهد است. با مردم نفس می‌کشد، با مردم می‌خندد و با مردم می‌گرید و برای مردمانش خاطر سازی می کنم.
دوستداران شعر و هنر و فرهنگ ایرانی در اورنج کانتی، خدمات ارزنده و دیرپای سرکار خانم لیلا فروهر را در پیش برد و اشاعه هنر نمایشی و آواز صمیمانه ارج می‌دهد. 16 ژوئن 2012، اورنج کانتی، کالیفرنیا.